سلام به فیوز نیوز، خوش اومدین. مریم امیرجلالی توی اینستاگرام یه لایف گذاشته و با یه خانم دیگه که اونم توی کانادا زندگی میکنه درباره مشکلات و بدیهای زندگی کردن توی کانادا صحبت میکنن. ای خدا همسر حرف تو قطع کنم، اینجا من همش دارم میبینم از صبح تا شب همه در حال کار کردن کار میکنن و در قبالش هست و نیستشون رو باید با مالیات بدن، باید قسط بدن. من اینجا دارم الان 4-5 ماهی که من اینجا هستم دیگه، یعنی ساعت 8 صبح این دوتا بچه داماد من و دختر من از 8 صبح پای این کامپیوتر نشستن، یا جلسه دارن یا ارباب رجوع دارن. خب کارشون کار بانکه، یکی BRBCه یکی RBCه، جفتشون کارمند بانکن، مدام در حال حرف زدنن، مدام در حال فعالیتن، دقیقاً تا 5 بعد از ظهر یه نهار، یک ربع نهار دارن، یه ساعت 10 هم یه کافی بخورن، همین جوری کار میکنن. یعنی واقعا 5 و 6 بعد از ظهر دیگه اینا نای حرکت ندارن که بخوان برن تفریحی، برن جایی، برن گردشی، برن هیچی. بابا ایران باز همه چی سر جاشه، کار تا 2:30 تا 4 بعد از ظهر، خونه خاله است، خونه عمه است، خونه داییه، دوتا همسایه سلام علیک آدم میکنه، بله، یعنی هیچی هیچی. دقیقا. ببینیم مثلا یه چیز ساده که من خدمتون بگم، حالا مثلا توی تهران یا کلن شهر ایران بیلبورد شاید خیلی چیزه مثلا همجور راحت همه اون از کنارش میگذاریم، یعنی که خیابونا خب حالا روشنه و مثلا حتی بعضی از مغازه ها 24 ساعته بازن، ولی باور کنید اینجا زمستون تابستون اکثر حتی خیابونای بزرگ شهر هم خاموشی، یعنی چون به خاطر هزینه برق حتی تیر چراغ برق هم ندارن. من دلم بخاله خود خانم هم جلالی این تجربه طوفان چند روز پیش رو بگن که اینا اینقدر حتی آمادگی نداشتن، که با اینکه خب آب و هوای کانادا آب و هوای خاصیه و واقعا هر لحظه ممکنه عوض بشه. چند روز پیش، هفته گذشته در واقع، یه طوفان شدید اینجا اومد که اصلا نزدیک 24-5 ساعت بعضی ها واقعا برق نداشتن. ببین بهتون بگم، ساعت دقیقاً ساعت 2:15 این طوفان شروع شد. اول هوا تاریک شد، تاریک شد، طوفان وحشتناکی که تا حالا تو عمرم من ندیده بودم، برقا قطع شد. شبی هم بود که ما مهمان داشتیم. جم کن خودتو، دیگه دستت واسم رو شده، شناساییت کردم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر که لایف تموم شد، وگرنه کانادا رو میکردن مثل آفریقا و ایران هم میکردن مثل بهشت. خانم امیرجلالی، حالا که زندگی توی کانادا اینقدر سخت و مشقت باره، چه اصراریه که شما و بچه‌هاتون توی کانادا بمونین؟ پاشین بیان ایران، دوره هم بیشتر خوش میگذره. خیلی بانمک بود. از همینجا برای مردم مظلوم کانادا آرزوی صبر و بردباری میکنم و امیدوارم که شرایط اونا هم مثل شرایط ما مردم ایران خوب بشه. تموم شد. خیلی تأثیر گذار. ای توی که داری از این ویدیو میری بیرون، یه لایک بزن بعد برو. قربونت، خدافظ. بیا با پشمام بازی کن، بیا.